أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وأخوهران مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود را و شما را به تقواداری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب، کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است. اوصیکم و نفسی بتقوی الله عز و جل، فإن اصدق الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروزه ما شما به خیر و خوبی تحت عنوان لو عرفوه لأحبوه. اگر مردم با او معرفت درست را پیدا کنند حتما او را دوست می دارند. به ارتباط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با هم مجلس داریم. اگر مردم واقعا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را بشناسند، با او معرفت را پیدا کنند، حتما او را دوست می دارند و حتما بر رسالت او ایمان می آورند. درس خوبی از ضمن درس های جدید ما می باشد انشاءالله. آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را از ضمن امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به شمار ببرد و شفاعت او را خداوند بر نصیب ما شما به روز آخرت بگرداند انشاءالله، آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران مسلمان، در مقدمه درس امروزه کلمات چند را داریم به ارتباط مسئله کمک کردن با ایتام، با مردم بیچاره بالخصوص. در ماه می در سال 2015 هستیم و به شکل تقریبی ممکن دو هفته بعد بخیر به کابل بالخصوص به افغانستان عزیز سفر را داشته باشم، به هدف این که دست خیر و کمک ما برای باز یتیمخانه های موجوده در لیست متوازی ما در شهر کابل و همچنان خانم های بیوه و مردمان محروم و محتاج تحت خیمه ها تا حد توان ما به اندازه وسع مالی ما انشاءالله آرزو داریم و نیت آن را داریم که بتوانیم خیر ما و کمک ما برای مردم بیچاره برسد. به شکل تقریبی ممکن دو هفته بعد به افغانستان سفری را داشته باشم و کمک های متوازی که از طریق پروگرام اسلام در غرب
به عنوان تحفه می باشد از فامیلم، از دوست و عزیزم و همچنان از هموطنان عزیزم، کسانی که علاقه با پروگرام اسلام در غرب دارید. یک تحفه خوب ما می باشد، بالخصوص برای ایتام، برای بیوه ها، برای مردم محروم و محتاج انشالله. و کلمات زیبا و خوبی را به خدمتتون تقدیم می دارم. بعدن کلیپ را داریم به شکل تقریبی بین 10 دقیقه تا 12 دقیقه و این کلیپ مجموعه از تصاویر می باشد از ضمن کمک های ما برای مردم بیچاره، بالخصوص کمک های کم و بیش، کمک های متوازی ما برای بعضی از یتیمخانه های موجوده در لیست متوازی ما در شهر کابل بالخصوص. و این کلیپ ها یا تصاویر از سالهای گذشته می باشد، از سالهای گذشته می باشد، برای شما صرف یک مفکوره پیدا می شود که به این شکل کمک های ما صورت می گیرد انشالله. و البته تبصره که همچنان شده به ارتباط تصاویری که به خدمت شما گذاشته می شود در لحظات بعدی انشالله، همچنان آن تبصره از ضمن تبصره های سابقه می باشد انشالله. و کلمات زیبا و صحبت تشویقی می باشد به ارتباط کمک برای مردمان بیچاره انشالله. برادران و خواهران مسلمان، خداوند مهربان می فرماید فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم را آزرده نسازید، یتیم را آزرده نسازید، دست رحمت و شفقت را سر یتیم شما بکشانید. و یسالونک عن الیتام قل اصلاح لهم خیر، سوره البقره. و مردم سوال میکنن به ارتباط یتام، به ارتباط یتیم ها، برایشان بگو که اصلاح آوری را همیش در میان بگذارید. قل اصلاح لهم خیر، در آن چیزی که مصلحتشان باشه، لباس باشه، دوا باشه، تعلیم باشه، مسئله غذا باشه، از هر لحاظی که شما بتوانید که اصلاح را، مصلحتشان را در نظر داشته باشید و خدمتشان را داشته باشید، برای شما خیر می باشد. و یسالونک عن الیتام قل اصلاح لهم خیر، چیزی که در آن اصلاح باشد، در آن خیرشان باشد، منفعتشان در آن باشد، دست خیر و کمک را شما دریغ نکنید، بالخصوص از ایتام، از کسانی که محروم و بیچاره می باشند. و یطعمون الطعام علی حبه، طعام را، غذا را دوست دارند، با وسعی که با طعامی که نزدشان می باشد با آن محبت دارند و خوش دارند، لیکن باز هم آن را تقدیم می دارند برای کسانی که محتاج و بیچاره می باشند، دیگران را برتر قرار می دهند از خودشان. و یطعمون الطعام علی حبه، و طعام را به وسعی که محبت با طعام هم دارند، یک چیزی بسیار مخصوص خاص را برای خود تهیه می کنند، لیکن باز هم از خود گذری را در میان میگذارند و دیگران را سر خود برتر قرار می دهند. مسکینن و یتیمن و اسیرن، مسکین را و یتیم را و کسی که اسیر و زندانی باشد، طعام را برایشان تقدیم می دارد. اینما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و تقدیم کردن طعام خاص بر رضایت خداوند مهربان می باشد، کدام مکافاتی در مقابل متوقع نداریم بجز این که خداوند مهربان مکافات را و اجر را بر نصیب ما می گرداند انشالله. اینا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از پروردگار خود می ترسیم، فردا روز شدید و ثقیل و گرنگ را پیش روی خود داریم که روز آخرت می باشد، به هدف این که روز آخرت ما سر ما آسان گردد، به هدف این که خداوند مهربان ما را مغفرت و رحمت نماید، ما طعام را تقدیم می داریم برای مسکین و یتیم و اسیر. از زندگی دنیا، از عمر خود استفاده می نماییم، آخرت خود را آباد بگردانیم. اینا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، سوره الانسان. ما از پروردگار خود می ترسیم که فردا روز، روز شدید و ثقیل را پیش روی خود داریم، تیاری خود را بر روز آخرت خود می گیریم. خدا مهربان از شر آن روز این بندگان خود را نجات می دهد و سرور و مسرت و
و سعادت را خداوند به نصیبشان میگرداند و نتیجه صبرشان خداوند جنت را و حریر را، ابریشم را، لباس های زیبا و خوبی را به نصیبشان میگرداند. و آت المال على حبه، و مال را تقدیم میدارن به وسعی که با مال محبت هم دارند. مال در قلبشان شیرین هم می باشد، لیکن باز هم آن را تقدیم می دارند برای کسانی که محتاج باشند. و آت المال على حبه ذوی القرب والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، سوره البقره. برای کسانی که با ایشان قرابت دارد، با یتیم و مسکین و مسافر و سوال کننده، برای کسی که غلام باشد، غلام را آزاد می گردانند. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، در وقت تقسيمات ميراث بشكل عموم تقسيم مال اگر صورت میگیرد، کسانی که اهل قرابت میباشند و یتیم و مسکین میباشند، فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، همچنان حصه ایشان در آن شامل میباشد به عنوان صدقه، به عنوان زکات و خیرات آن را برایشان تقدیم می دارید و صحبت خوبی را با ایشان در جریان می گذارید. کسی را ناامید نمی سازید، کسی را آزرده نمی سازید. و قولو لهم قولا معروفا، در وقت کمک کردن با مردم احسان داشته باشید. احسان از لحاظ مالی، احسان از لحاظ اخلاقی، احسان از لحاظ تعامل و روش با ایشان، مبادا این که مردم از شما آزرده شوند. بله، با ایشان کمک نمایید، در عین وقت محسن باشید در روشتان، در اخلاقتان، و صحبت خوبی را با ایشان در جریان بگذارید و مردم را جریحه نسازید، مردم را آزار ندهید. یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه، سوره البلد. یتیمی که از اهل قرابت باشد و یا اینکه مسکینی که با خاک آلوده باشد، فقیر و بیچاره باشد. یتیمی که از اهل قرابت باشد، مسکینی که با خاک آلوده باشد، دست خیرتان را برایشان تقدیم دارید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: من ضم یتیما له او لغیره حتی یغنیه الله عنه وجبت له الجنه، هر کسی که یتیم را که اگر در فامیلش باشد یا در فامیل کسی دیگری باشد، یتیمی از خود یا یتیمی که از بیگانه باشد، تا وقتی که آن یتیم با پای استاد می شود، کسی که او را کمک نماید داخل بهشت می گردد. وجبت له الجنه، اخرجه الطبراني في الاوساط. برادران و خواهران مسلمان، کلمات زیبا و خوبی بود به شکل تشویقی به ارتباط کمک کردن با ایتام، بالخصوص برای یتیم خانه ها، برای کسانی که محتاج و بیچاره می باشند. به اندازه کافی الحمدلله در سالهای گذشته در این کار پیش قدم شدیم، یک تجربه کافی برای ما پیدا شده است در این قسمت، و خواستیم که شما را هم در این ثواب شامل بگردانیم. سال یک مرتبه در فصل تابستان، قبل از ماه رمضان بالخصوص، قبل از ماه رمضان بالخصوص، سفر را به افغانستان عزیز می داشته باشیم. اگر خداوند مهربان ما را توفیق نصیب بگرداند و صحت و عافیت داشته باشیم انشاءالله، و کمک های کم و بیشی که از طریق پروگرام اسلام در غرب صورت می گیرد، آن را به شکل امانت، به شکل درست برای مردم بیچارگان تقسیم خواهیم کرد انشاءالله. قبل از این که در اساسات درس امروزه به عنوان لو عرفوه لأحبوه، اگر مردم واقعا معرفتی را پیدا کنند با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او را دوست می دارند و همچنان بر رسالت او ایمان می آورند. اما اکثر مردم غافل هستند از فضیلت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، بالخصوص کسانی که از اهل اسلام نیستند، بالخصوص کسانی که از اهل اسلام نیستند، قدر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را نمی فهمند، ارزش او را نمی فهمند. لو عرفوه لأحبوه، اگر مردم او را واقعا بشناسند، معرفت با او پیدا کنند، او را دوست می دارند انشاءالله. برادران و خواهران مسلمان، کلیپ مختصری که به شکل تقریبی بین 10 دقیقه تا 12 دقیقه می باشه، البته مجموعی از تصاویر از سالهای گذشته، کمک های کم و بیش، کمک های متوازی، بالخصوص از طریق بینندگان پروگرام اسلام در غرب،
به با بعضی از یتیمخانه های موجوده در شهر کابل انشالله، و این کمک ها به شکل درستی توزیع گردید و این تصاویر را با هم یک جا میبینیم، بعدا برمیگردیم انشالله به اساسات درس امروزه. لطفا متوجه باشید و لطفا منتظر باشید. خداوند اجر بی پایان را بر سر همتان بگرداند و من الله التوفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، مجموعاً در کلیپ مختصر مجموعه از تصاویر می باشد، کمک های کم و بیش با بعضی از یتیمخانه های موجوده در شهر کابل افغانستان، و مجموعاً تقریباً 12 دقیقه پروگرام می باشد. پکه هایی که خریداری شده بود به یکی از یتیمخانه های موجوده در شهر کابل، هر کسی که در این پروژه خیر سهم گرفته باشد از همه تشکر و قدردانی می نمایم. تحفه های زیبا و خوبه می باشد، بالخصوص برای یتیم خانه در وقت تابستان، چون هوا گرم می باشد و از این پکه در کلاس های تعلیمیشان استفاده می نمایند. و اکثر این تصاویر از سال گذشته می باشد، به استثنای چندین تصویری که از سالهای قبلی بوده، اما در مجموع تمام این کلیپ ها از سال گذشته می باشد انشالله. خداوند مهربان همه ما شما را شامل بگرداند در ثواب و فضیلت همچو پروژه های خیر. ماشین های خیاطی به یکی از یتیمخانه های موجوده در شهر کابل، در تصاویر قبلی پکه ها را دیدیم و در این تصاویر ماشین های خیاطی، و استفاده یتیمخانه و خانم های بیوه بالخصوص کسانی که متعلم می باشند از همچو کلاس ها و درس های خیاطی استفاده می نمایند. خداوند مهربان همه ما شما را شامل بگرداند در ثواب و فضیلت این پروژه های خیر. هر کسی که دست خیر و کمک را پیش کرده است، خداوند برکت را به نصیبش بگرداند. لباس های خوبی و کلاس خیاطی می باشد. و همه این اعمال صالح می باشد انشالله. صدقات جاریه است، عمل صالح است انشالله، و خیر ما به مردم می رسد. خداوند مهربان می فرماید فاستبقوا الخیرات، در راه خیر با یک دیگرتان عجله و کوشش داشته باشید. کار خیر می باشد. یخچال به یکی از یتیمخانه های موجوده در شهر کابل به شکل تحفه از طریق پروگرام اسلام در غرب خریداری شد. خداوند مهربان همه ما شما را شامل بگرداند در ثواب و فضیلت همچو پروژه های خیر. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، و هر مال را که شما صرف می نماید به رضایت پروردگارتان، خداوند بهتر را به نصیبتان می گرداند و خداوند بهترین رزق دهنده می باشد. توزیع پول می باشد. وقتی که خود ما نمی باشیم به وطن عزیز، یک کس را وظیفه می دهیم که به وکالت ما پول را برای اطفال یتیم، برای شاگردان یکی از یتیمخانه های موجوده در شهر کابل تقسیم کنند. صدقه جاریه است، عمل صالحی است. لباس می خرند، غذا می خرند. هر کسی که در این پروژه سهم گرفته باشد و هر کسی که مال خود را تقدیم کرده باشد، خدا آن جزای حسن و اجر بی پایان را به نصیبش بگرداند. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، کسانی که مال خود را اسراف شب و اسراف روز به شکل پنهان یا آشکار خاص بر رضایت پروردگارشان صرف می نمایند، خداوند اجر آن را به نصیبشان می گرداند.
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف وترس فردا روز سرشان نمی باشد. و در این کلیپ ها توزیع لباس را می بینیم در یکی از یتیمخانه های موجوده در شهر کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. و در مالشان حق معلوم می باشد برای سوال کننده و برای محروم و محتاج. توزیع لباس در یکی از یتیمخانه های موجوده در شهر کابل. چقدر جای خوشی می باشد که تحفه های ما به شکل درستی برای مستحقین برسد. و در این کلیپ ها می بینیم توزیع بوت می باشد برای یکی از یتیمخانه های موجوده همچنان در شهر کابل. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم فرموده است: من دل على خیر فله مثل اجر فاعله. رواه مسلم. هر کسی که یک کار خیر را ادا می کند ثواب آن را می گیرد، و یک کسی که رهنمایی نماید دیگران را، تشویق نماید دیگران را به یک کار خیر، عمل صالح، عین ثواب را حاصل می نماید انشاءالله، ماننده که آن عمل را خودش ادا کرده باشد. توزیع بوت می باشد و کسانی که در این پروژه سهم گرفتند خدا آن خیر و برکت را به نصیبشان بگرداند. و امید است که این تصاویر باعث تشویق دیگران همچنان قرار بگیرد. اطفال عزیز، فرزندان مسلمان وطن عزیز ما افغانستان، و در این تصاویر دیده می شود کلاس تعلیمی کمپیوتر، و این کلاس را برایشان ترتیب دادیم و پایه های چندین پایه کمپیوتر را برایشان به شکل تحفه خریداری کردیم. مانند ماشین های خیاطی به یکی از یتیمخانه های موجوده در اینجا همچنان کمپیوتر را توانستیم الحمدلله برایشان خریداری کردیم تا فامیل های محترم استفاده نمایند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: الساعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که به خدمت بیوه و یتیم و مسکین میرسد مانند که جهاد فی سبیل الله را ادا کرده باشد در راه نشر علم صحیح و درست سهم میگیریم و خدمت جامعه اسلامی افغانی خود را می داشته باشیم. کلاس های قرآن کریم می باشد. و تلاوت قرآن کریم و تدریس و تعلیم قرآن کریم می باشد. وقتاً فوقتاً قرآن کریم را ختم می کنند و دعا هم می کنند. و شیرینی و همچنان غذای برایشان تقدیم می گردد وقتاً فوقتاً. کمک های دوستان و عزیزانی که به ما می رسد آن را به شکل درستی به این یتیم خانه ها تخصیص می دهیم انشاءالله. وقتی که خیر و خیرات می داشته باشیم و ختم قرآن کریم را می داشته باشیم، بهترین جایش این یتیم خانه های موجوده می باشد، که بالخصوص در بعضی این یتیم خانه ها کلاس های قرآن کریم را داریم و معاش معلمین قرآن کریم را می پردازیم. و در راه نشر و تدریس قرآن کریم سهم داریم الحمدلله. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم فرموده اند: خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترتان آن کسی می باشد که قرآن کریم را یاد می گیرد و همچنان آن را به دیگران تدریس و تعلیم می نماید. و همچنان تعلیم قرآن کریم در یکی از خیمه های موجوده در شهر کابل. تدریس و تعلیم قرآن کریم در یکی از خیمه های موجوده
کلاس قرآن کریم می باشد و این خیمه را در بین خیمه های دیگر خریداری کردیم به شکل کلاس تعلیمی و همچنان به شکل مصلا یا جای نماز مسجد موقت برایشان بود تا وقتی که توانستیم الحمدلله که این خیمه را به اتاق خوبی به مسجد خوبی تبدیل گردانیدیم و مسجد بسیار خوبی و پاکی در آنجا آباد گردید کمک های دوستان و عزیزان بود که به این مسجد کمک کرده اند جای خوشی و افتخار است که از وسایل بسیط استفاده می شود و استفاده حسنی در راه تدریس و تعلیم سهم داشته باشیم به اندازه توان خود برادران و خواهران مسلمان هر خیری که می باشد به جای درست آن باشد به شکل مثبت واقع گردد و خیر باشد در راه خیر به شکل مثبت فکر کنیم و هر انسان به اندازه توان خود سهم می داشته باشد عین خیمه را تبدیل کردیم به مسجد البته این کلیپ ها از سالهای گذشته بود خداوند مهربان هر کسی که در این پروژه خیر سهم گرفته باشد ثواب و برکت آن را به نصیبش بگرداند همه عمل صالح می باشد همه اعمال خیر می باشد فاستبقوا الخیرات در راه خیر با یک دیگرتان همکاری داشته باشید و تشویق گردید پیش قدم شوید و عجله داشته باشید داخل مسجد و همچنان خارج مسجد به شکل خوبی این مسجد برایشان آباد گردید در منطقه خیرخانه در کابل می باشد از اینکه توجه به این کلیپ های تصویری داشتید از همه تان تشکر می نمایم جزاکم الله خیرا و من الله التوفیق الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله برادران و خواهران مسلمان در اساسات درس امروزه به عنوان معرفت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو عرفوه لأحبوه اگر واقعا معرفت مردم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاصل گردد او را حتما دوست می دارند بر رسالت او ایمان می آورند کلمات زیبا و درس خوب می باشد در این اواخر ممکن شنیده باشید که در شهر دالاس در تکساس در جایی که زندگی داریم عده از دشمنان اسلام یا کسانی که مخالفین اسلام صریحا بودند آمدند و گفتند که یک مسابقه رسامی یا کارتونی را ایجاد می کنیم کسی که کارتونی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یا تصویر او را به شکل تمسخر و استهزا بکشد و هر کسی که برنده شود $10,000 جایزه برایش گذاشتند و ما به حیث ائمه مساجد و علمای دین در شهر دالاس و بالخصوص شخص خودم که هنوز هم در ریاست شورای ائمه مساجد و علمای دین در شهر دالاس قرار دارم چندین سال به این طرف رئیس عمومی ائمه مساجد و علمای دین در شهر دالاس در تکساس می باشم به همه وظیفه دادیم به علمای دین و به ائمه مساجد که مسلمانان را با خبر بگردانند که به این شکل یک موضوع رخ می دهد اما کسی در آن اشتراک نکند هیچ کسی از مسلمانان در آن حاضر نشود به این که مردم خودشان متوجه شوند که کارشان بدون مردمانی که در آنجا حاضر باشند ممکن هیچ به آن شکلی که می خواستند پیش نرود و در مقابل مردم از شارهای دور کسانی که دشمنی یا مخالفت با دین مبارک اسلام داشتند
از شهرهای دوری حتی از ممالک اروپایی همچنان در این مسابقه ای که به شکل تمسخر و استهزا به شخصیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از لحاظ رسامی و کارتونی این مسابقه صورت گرفت. خواستیم که معرفت ما بالخصوص مسلمانان و همچنان اگر بتوانیم که مانند این مسائل را برای اشخاص غیر مسلمان به همسایه های خود، برای یهود و عیسوی، برای اشخاص غیر از اهل دیانت اسلام، اگر بتوانیم که این مسائل را همچنان نشر کنیم، ترجمه کنیم، به چاپ برسانیم، در مقالات و در کتاب های باشد که به دسترسی مردم قرار بگیرد و مورد استفاده ایشان قرار بگیرد انشاءالله. و برای تمام ائمه مساجد و علمای دین توصیه کردیم که یک روز جمعه خود را تخصیص دهند و صحبت را داشته باشند، بالخصوص جمعه فعلی در ماه می سال 2015، اگر بتوانند که به ارتباط معرفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یا معرفی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت را داشته باشند. همیشه به ارتباط پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت می داشته باشیم، اما بالخصوص در این روزها، در این اواخر، مسئله حتمی و ضروری می باشد انشاءالله. آرزو دارم که این درس همچنان از ضمن درس های خوب ما باشد که مسلمانان عزیز ما، هموطنان ما همچنان آشنایی با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیشتر داشته باشیم و احترام او را و همچنان پیروی درست را از او داشته باشیم، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، و از ضمن امت او به شمار برده شویم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و انک لعلى خلق عظیم، تو به حقیقت دارای اخلاق عظیمه، اخلاق عالیه هستی ای محمد صلی الله علیه و سلم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت باشی به تمام عالم. و لکل امت رسول، و هر امت برای خود پیغمبری را دارد و تو پیغمبری این امت می باشی ای محمد صلی الله علیه و سلم. و این تطیعوه تهتدوا، سوره النور. و اگر شما طاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را داشته باشید برای شما هدایت می شود. و اتبعوه لعلكم تهتدون، سوره الاعراف. شما پیروی کنید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ممکن برای شما هدایت شود. واصبر لحکم ربك فانك باعیننا، با صبر باش، تو در چشم های ما هستی. خداوند مهربان پیغمبر خدا پیغمبر خود را محفوظ نگاه می کند. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو در چشم های ما هستی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومْ، و تسبیح پروردگار خود را یاد کن هر وقتی که از خواب بیدار می شدی، و یا اینکه قیام می کردی به نماز، و یا اینکه در ختم هر مجلس تسبیح خداوند مهربان را یاد می کنی. در وقت قیام کردن تسبیح پروردگار خود را یاد کن. و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم، و از طرف شب تسبیح خداوند را یاد کن، و از طرف روز بعد از اینکه ستاره ها از بین می رود از طرف روز، سوره الطور. بسم الله الرحمن الرحیم. فما للذین کفروا قبلک محتعین، چرا مردمان کفار از نزد تو فرار می کنند، از نزد تو دوری می کنند. عن الیمین و عن الشمال عزین، به طرف راست و به طرف چپ فرار می کنند، دوری می کنند. آیات مع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم، کلا، باز آرزو می داشته باشند که داخل جنت نعیم شوند؟ نه، مردم از تو فرار می کنند، دوری می کنند، سر تو تمسخر می کنند، به طرف راست و به طرف چپ فرار می کنند و دوری می کنند. باز آرزو می داشته باشند که داخل جنت نعیم شوند؟ نه، کلا، ناممکن است که داخل بهشت شوند اگر از تو پیروی نکنند ای محمد صلی الله علیه و سلم، و تو را دوست نداشته باشند. آیات مع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم، کلا انا خلقناهم مما یعلمون، نه، همه ایشان می دانند که ما ایشان را پیدا کردیم و چطور ایشان را پیدا کردیم. اوامر و نواهی ما را باید قبول داشته باشند. آیت های مبارک سوره المعارج.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آتی باب الجنه یوم القیامت فاستفتح، بنزد دروازه بهشت به روز قیامت میایم و دروازه بهشت را میزنم. فیقول الخازن من انت، نگهبان جنت ملائکه کرام به اسم الخازن میفرماید که تو کی هستی؟ فاقول محمد، میگویم که محمد صلی الله علیه و سلم. فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک، سر ما امر شده که دروازه بهشت را قبل از تو برای هیچ کسی هم باز نکنم. سر ما امر شده که دروازه بهشت را برای هیچ کسی باز نکنم پیش از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم. حدیث مبارک رواه امام احمد. وقال صلى الله عليه وسلم انا دعوه ابي ابراهيم عليه السلام، ما دعای پدرم ابراهیم علیه السلام که دعا کرده بود که پیغمبری را از میان خودشان خداوند انتخاب کن، و بشرا اخی عیسی علیه السلام و بشارت برادرم عیسی علیه السلام که بشارت داده که پیغمبری بعد از ما میآید به اسم احمد. رواه الدارمی. وكان يذكر اسماءه فيقول، ونامهای خود را یاد میکردند پیغمبر صلی الله علیه و سلم و میفرمودند که انا محمد و انا احمد، ما محمد استم و همچنان من احمد استم. و انا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، و ما محو کننده یا الماحي، کسی که خداوند کفر را با او پاک گردانیده و محو و نابود گردانیده است. و انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، و ما نامم الحاشر می باشد که آورین کسی که حشر می گردم و مردم نزد پاهای من حشر می گردند، از قبرهای خود خارج می شوند. و انا العاقب الذي ليس بعده نبي، و من عاقب می باشم بعد از من پیغمبر دیگری نیست. رواه البخاری و مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، خداوند مهربان از ضمن اولاد ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام را انتخاب کرد. و اصطفى من ولد اسماعيل كنانه، و كنانه را یا قوم كنانه را از اولاد اسماعیل علیه السلام انتخاب کرد. و اصطفى من بنی کنانت قریشا، و قریش را از قوم یا قبیله کنانه انتخاب کرد. و اصطفى من قریش بنی هاشم، و بنی هاشم را از قوم قریش یا قبیله قریش انتخاب کرد. و اصطفانی من بنی هاشم، و مرا از بنی هاشم انتخاب کرد. فلم ازل خیارا من خیار، من بهترین اختیار بودم، بهترین مقام را در مقام هایی که ذکر شد بهترین مقام را داشتم و بهترین مقام را دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا، سوره الاعراف. برای همه مردم بگو که من فرستاده خداوند هستم به تمام شما، به تمام بشریت. انی رسول الله الیکم جميعا، من پیغمبر خداوند هستم به تمام بشریت، به همه شما. برادران و خواهران مسلمان، در دقایق بعدی به ارتباط صفات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و خصال مبارک او، به هدف این که معرفت بیشتر ما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاصل گردد و به شکل عموم پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم به مردم معرفی گردد، واقعا که اگر او را مردم به شکل درست بشناسند، او را دوست می دارند و ایمان می آرند به رسالت او، حقا لو عرفوه لأحبوه ولا آمنوا برسالته. بعض صفات و خصال خوب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را برای شما حکایت و تقدیم می دارم انشاءالله. کان یبدأ من لقیه بالسلام ولا یتکلم فی غیر حاجت، اگر دوست خود را ملاقات می کرد پیش قدم می شدند و سلام را اول ذکر می کردند و صحبتی نمی کردند مگر در وقت ضرورت، با آن چیزی که ضرورت باشد صحبت های اضافه را نداشتند. کان یوصی بالجار خیرا، و اصحاب کرام خود را، امت خود را وصیت می کردند که با همسایه تان خوب باشید، روش خوبی را با همسایه هایتان داشته باشید.
و امت خود را وصیت می کرد که احترام والدین را و خدمت والدین خود را داشته باشند و می فرمودند که رضا الله فی رضا الوالدین، رضایت خداوند در رضایت والدین است. و احسن و جوار من جاورکم، یک همسایه خوبی باشید، روش خوبی را با همسایه هایتان داشته باشید. كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم، بنزد ضعيفان مسلمانان حاضر ميشد، بنزد بيوه يتيم، بنزد مسكين و بيچاره حاضر ميشد، به عيادت مريضان ميرفتند، به جنازه هايشان حاضر ميشدند و به ديدن انصار کرام ميرفتند و سلام ميدادند سر اطفال انصار کرام و دست مبارك خود را سر سرشان کش ميکردند، رحمت و شفقت سر اطفال عزیز داشتند. در خانه خود کار می کردند، مانند که یک شخص عادی در خانه خود کار کند، خدمت فامیل خود را داشتند. کان حسن المعشر مع ازواجه، عشرت خوبی را، صداقت و رفاقت خوبی را، رفیق خوبی، دوست خوبی بود با فامیلش. و کان یقول و می فرمودن که خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترتان آن کسی است که بهتر باشد با فامیلش و من بهتر استم با فامیلم. و می فرمودن که کاملترین مؤمن در ایمانش کسی است که اخلاق خوبی را داشته باشد و کسی که لطف و شفقت در مقابل فامیل خود داشته باشد. و التفهم به اهله، حدیث مبارک رواه ترمذی، کسانی که لطف و شفقت و رحمت در مقابل فامیل خود دارند. و اصحاب کرام خود را تشویق می کردند همیش که صاحبان اخلاق خوب و روش خوب باشند و می فرمودند که احب عباد الله الى الله احسنهم خلقا، رواه الحاکم، محبب ترین بندگان خداوند نزد خداوند کسانی اند که صاحبان اخلاق خوب و روش خوب می باشند. هنگامی که داخل می شدن سر مریض، می فرمودن که پروا ندارد، انشالله این مرض تو، تکلیف تو پاک کننده می باشد، از گناهان پاک می گردی، لا بأس طهور، انشالله خداوند صحت و عافیت را به نصیبت می گرداند. برای مریض به شفا دعا می کردند، دعا می کردند که خداوند شفا را به نصیبش بگرداند. در قسمت تسلیت، در قسمت این که دردهای مردم را، رنجهای مردم را آرام بگرداند و شرکت نماید در حزنشان، در غمشان، غم شریکی، حزن شریکی با مردم داشته باشد. و امت خود را همیشه تشویق می کردند که با صبر باشند و می فرمودند که ان لله تعالی ما اخذ و له ما اعطا و کل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، رواه ابن ماجه. هر چیزی که است امانت خداوند مهربان است، هر آن کسی را که گرفت هم امانت از خودش است و هر آن کسی را که گذاشت هم از خود خداوند است، امانت خداوند است. و هر انسان و هر چیز برای خود اجل معینی و عمر معینی را دارد، با صبر باشید و او را نزد خداوندتان حساب کنید. امت خود را با صبر تشویق می کردند و غم شریکی می کردند با امت خود، نظافت را دوست داشتند و می فرمودند که الطهور و شطر الایمان، نظافت و طهارت نصف ایمان است یا جزء ایمان است. از جابر رضی الله عنه روایت شده، فرمودند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خانه ما، به دیدن ما آمدند و یک شخص را دید که مویای خود را شانه نکرده بود. فرمودند که آیا در این خانه یک شانه پیدا نمی شود که مویای خود را آرام بگرداند، مویای خود را درست بگرداند؟ و شخص دیگری را دید که لباس ناپاک یا چتل یا چرک در بدن او بود. سوال کردند که آیا در این خانه آب پیدا نمی شود که لباس خود را بشویند؟ رواه الامام احمد و غیره، نظافت را دوست داشتند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان له شعر فلیکرمه، رواه ابو داود، کسی که موی داشته باشد موی سر خود را درست بگرداند و مویش منظم باشد و پاک باشد. و
وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الظلم ويقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة رواه مسلم. وأمتي خضراء أصحاب كرام خضراء الظلم نهي مي كردن ومي فرمودن كي الظلم خودداري كنيد بين كي الظلم تاريكي هاي مي باشد بروز قيامت ظلم تاريكي هاي مي باشد بروز قيامت. ومردم را جمع مي گردانيدند مردم را تفرقه و دوری یا دور نمی ساختند، متفرق نمی ساختند و اصحاب کرام خود را دوست داشتند و سوال می کردند به ارتباط اصحاب کرام خود، اگر یک دوستش صحابی کریمش در مسجد حاضر نمی شد سوال می کرد که فلانی صحابی من کجا هستند، خبر اصحاب کرام خود را می گرفتند و هر وقتی که به مجلس خود می ششتند یا از مجلس خود که فارغ می شدند ذکر خدا را می کردند، نام خدا را یاد می کردند، به مجلسی که داخل می شدند به هر جایی که برایش جای میسر می بود در آنجا می ششتند، جای خاص را برای خود تخصیص نمی دادند، در صدر مجلس در هر جایی که میسر می بود در آنجا می ششتند و اصحاب کرام خود را همچنان امر می کردند در جایی که مساعد و مناسب باشد در آنجا بشینند و توجه میکردند به همه حضور، به اهل مجلس، به دوستان و عزیزان خود، به هر کدامشان وقت کافی و فرصت کافی میداد که صحبت کنند، تا اینکه هیچ کس فکر نکند که در مجلس کسی دیگری است که از او کرده برتر است، همه ایشان نزد خداوند یکسان و به یک شکل برابر هستند. و مجلس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مجلس حلم و حیا و مجلس صبر و امانت می بود همیش، و سر امت خود زیادتر می ترسیدند که امتش براهای نادرست نروند و شیطان امت او را فریب ندهد، و هر وقتی که برایش اختیار داده می شد که در بین دو موضوع اختیار کند آسان ترین آن را انتخاب می کردند تا وقتی که در آن گناه نباشد، اگر گناه می بود دوری می کردند از گناه و دورترین انسان از گناه بودند. تواضع را دوست داشتند و غرور و تکبر را دوست نداشتند و غرور و تکبر را بد می دیدند و از عاقبت ظلم و از عاقبت غرور و تجاوز امت خود را آگاه می گردانید. و از ضمن تواضع پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در وقت خوردن طعام بر روی زمین می ششتند و نام خداوند را یاد می کردند هر وقت که دست خود را به طعام پیش می کردند و فامیل خود را کمک می کردند در خانه، به خدمت بیوه و مسکین، به خدمت یتیم و همچنان به خدمت مسافر و اشخاصی که از جاهای دور می آمدند به خدمتشان می رسید، به عیادت مریض می رفتند و قدم می زدند، پیاده به عیادت مریض می رفتند و از مریض سوال می کردند که چطور استی؟ چی آرزو داری؟ آیا کدام طعام مخصوص را اشتیاق داری؟ برای مریض دعا می کردن به شفا، به سلامتی. و اگر مریض مسلمان نمی بود، مریض شخص کافر می بود، اسلام را برایش معرفی می کرد، او را تشویق می کرد که در آخر عمر خود با اسلام از دنیا رود. و اگر مریض وفات می شد، چشمهای او را بسته می کردن، برایش دعا می کردن و فامیل میت را امر می کردن که حسن صبر را داشته باشند، با صبر باشند، صبر جمیل و صبر حسن و خوبی را داشته باشند. و یگان وقت میت را تقبیل و ماچ هم کردند در پیشانیشان، و یگان وقت اشک مبارک ریخته هنگامی که اعضای فامیلش، اولادش یا دوست و عزیزش، اصحاب کرامش یا اقربای او، کسانی که فوت شدند، اشک مبارک دیده شده که برویش ریخته، سر روی مبارک اشکش جاری شده.
و امر می کردن که میت زود دفن شوند و یگان وقت اصحاب کرام خود را امر می کردن که روی میت را باز بمانند، کفن را سرش نگذارند تا این که بیاید مبارک صلی الله علیه و سلم و به بار آخر به طرف چهره او نظر نماید. اصحاب کرام خود را دوست داشتند و هنگامی که به جنازه می رفتند نمی شیشتند تا وقتی که جنازه دفن می شد، و اگر جنازه تیر می شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته می بودند، به احترام جنازه استاد می شدند، حتی به احترام جنازه شخص غیر مسلمان، شخص یهودی استاد شده و سوال شده که چرا یا رسول الله؟ فرمودند که آیا یک نفسی نبود، یک شخص، یک انسان نبود و مرگ برای خود هیبت را دارد و مرگ انسان را تکان می دهد، چرا استاد نشوم؟ این روز سر من هم آمدنی است. احترام مردم را داشتند و احساسات مردم را جریح نمی ساختند. کان یحترم الناس ولا یجرح مشاعرهم و کان ینشر الخیر والسلام بین الناس، و خیر را و سلام و سلامتی را بین مردم نشر می کردند. و قولش مطابقت با عملش داشت، و عملش مطابقت با اخلاقش داشت، و اخلاقش قرآن کریم بود. و اینک لعلى خلق عظیم، به حقیقت که اخلاق عظیم و اخلاق عالیه را داری. و هنگامی که از دفن میت فارغ می شدند برایش دعا می کردند و از اصحاب کرام خود خواهش می کرد که برایش همچنان دعا کنند و خاک را با دست مبارک خود سر قبر می گذاشتند. به زیارت قبرها می رفتند، برایشان دعا می کردند و به زیارت قبر مادر خود همچنان رفته است، رحمت و شفقت را داشت و همیش آرزو می داشت که یک انسانی که در یک جای تولد شده باشد در یک شهر دیگر فوت شود، این مسافه که برایش حساب می شود همچنان در بهشت برایش اضافه می گردد، در بهشت در اعمال صالحش برایش اضافه می گردد، در آن اجر و ثوابش بیشتر می باشد که در یک جای تولد شود به جای دیگر فوت شود و خدمت مردم را در مسافه هایی که بین آن می باشد، خدمت مردم را و عبادت خداوند را کرده باشد، زمین برایش شهادت می دهد. برادران و خواهران مسلمان، این بود به یک اندازه صفات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و خصال مبارک او و شمائل مبارک او، به هدف این که معرفت بیشتر ما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاصل گردد. لو عرفوه لأحبوه، اگر واقعا مردم او را بشناسند، او را دوست می دارند و بر رسالت او ایمان می آورند. تا روز چهارشنبه آینده با شما خداحافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.